Bismillahirrahmanirrahim. میایم امروز بخیر سری برنامه مایکروسافت اکسل شروع میکنیم. چون روزی اولی برنامه مایکروسافت اکسل است، باید از همه اولتر تعریفی مایکروسافت اکسل بفهمیم که چیز و بخاطر چی استفاده میشود. بخاطر ازی ما میایم برنامه مایکروسافت ورد باز میکنیم و ما تعریف برنامه مایکروسافت اکسل براتون اینجا تایپ میکنم. What is MS Excel and what for we use? MS Excel is the production of Microsoft and used for accounting, calculation and banking. MS Excel has normally three sheets. In each sheet is the consist of 16,384 columns and یک لکو نود و هشت هزار و پانصد و هفتاد و شش. یعنی برنامه مایکروسافت ورد دارای اینمق کالام و اینمق روز می باشند. یک لکو فکر میکنی یک لکو نود و هشت هزار و پانصد و هفتاد و شش روز هستند. بعد از او میایم سری تولبار برنامه مایکروسافت اکسل. MS Excel has the following toolbars. اول has the following bars. toolbar نه bars. اول title bar, quick access toolbar, caption button, window button, menu bar یا menu tab, ribbon, vertical scroll bar, horizontal scroll bar, status bar, raw heading, column heading, formula bar, cell, sheet tab یا tab sheets, etc. خب حالی میم اینمی تعریف مبتن در فارسی تشریح میکنم. اول what is MS Excel and what for we use. برنامه مایکروسافت اکسل چیست و بخاطر چی استفاده میشه. گفی دوم اینمی که ورژن برنامه مایکروسافت اکسل که ما شما میخوانیم عبارت از ورژن 2010 است، که ورژن 2010 و 2007 اینقدر زیاد فرق نداره، بسیار کم فرق داره و با ورژن 2003 و 2000 بسیار زیاد فرق داره. برنامه مایکروسافت اکسل چیست و به خاطر چی استفاده میشه؟ گفته که MS Excel is the production of Microsoft، یکی از پروگرام های مربوط به کمپانی مایکروسافت است. هر پروگرامی که شما دیدین در اولش MS آمده بود، امی MS که است نام کمپانی است که مانای عزیز مایکرو و اسکس سافت مانا میده. اینمی نامی کمپانیز کسی که پروگرامی آفیس جور کده، یعنی MS Excel که از یکی از پروگرام های مربوط به کمپانی مایکروسافت است. مایکروسافت نامی کمپانیز به شکل ادوبی و دیگه کمپانی ها که سافتویر پروگرام ها کمپیوتر را جور میکنن. بخاطر چی استفاده میشه؟ use for accounting، بخاطر
محاسبه، کالکولیشن حساب، ان بانکینگ و بانکداری. زیادتر ایکس برنامه بر مایکروسافت اکسل که اثر نمی سه چیز بسیار زیاد بحث میکند، از سه چیز یک بانکداری، محاسبه و حساب. باز گفته وقتی که ما شما برنامه مایکروسافت اکسل باز کنیم، ام اس اکسل هاز نورمالی 3 شیتس. در برنامه مایکروسافت اکسل امرای ما 3 دونه شیت می باشه. شیت چی را میگه؟ صفحه را میگه. و ایچ شیت از دی کنسیست اف، و هر شیت که از بینمی تعداد کالم داره و بینمی تعداد رو داره، یعنی حد اخری تعداد کالم که است اینما قدر است و حد اخری تعداد روز که است اینما قدر است. سلکو وقتی که ما در ستارت برم سری برنامه مایکروسافت اکسل کلیک کنم، نورمالی که اکسل باز میشه دارای سی شیت می باشه. سلکو شیت اول، شیت دوم، شیت سوم. اینمی بخش که است به نام را یاد میشه و اینمی که است به نام کالم یاد میشه، یعنی خانگاه یا لاینای عمودی را به نام را یاد میکنه و لاینای کالم یاد میکنه و لاینای افقی را به نام روز یاد میکنه. عمودی به نام کالم، افقی به نام روز یاد میکنه. اینمی را اگر ما حساب کنیم تعداد کالم که است تقریبا 16384 مدان میشه و تعداد روز اگر ما حساب کنیم، نمی تعداد روز که است تقریبا 198576 تانه می باشه در یک شیت. در یک شیت شیت سفر میگه. و اگر ما خواسته باشیم که حد اخیری یا تعداد اخیری زیرا ببینیم، فقط کنترول رایت ایرو کی کلیک کو تعداد اخیری کالا ما نشان میده، کنترول داون ایرو کی کلیک کو تعداد اخیری رو نشان میده. سعیست پس میری اگر میخوای به حجره یا کالم اول روی اول بری، کنترل بگی اپ ایرو کی کلیک کو، رایت ایرو کی کلیک کو، لفت ایرو کی کلیک کو، کالم اول روی اول. اینو خوب فهمیده شد. دیگه گفته که برنامه اکسل که است دارای اینمی بارس میباشه. کدام بار؟ تایتل بار. اینمی جای برنامه تایتل بار یاد میکنه که بخشی تایتل است یا اینوان. وقتی که ما یک فایل ثبت کنیم نورمالی نمو تایتل در اینجا لیست میشه، ثبت میشه. اینمی طرف که است از این بطن به این طرف اینمی را به نام کویک اکسس تول بار یاد میکنه. اینمی سی بطن که است به نام کپشن بطن یاد میشه یا کنترل بطن یاد میشه، که از همین طریق ما میتونیم پروگرامی بر مایکروسافت اکسل چی کنیم، کنترل کنیم. مثلا میخوای کلوز کنی، صحیح ریستور کنی یا مینیمایز کنی. اینمی سی بطن که است به نام ویندو بطن یاد میشه، به نام ویندو بطن. اینمی بخش که است به نام مینو بار و یا مینو تابس یاد میکنه. پایین از اینکه است هر مینو رو که شما باز میکنین، این بخش یا کماندای پایین یا تول بار پایین که است اینمی را به نام رایبون یاد میکنه. به نام چی؟ اینمی بخش که است اینمی هر مینو خود بعضی کماندا داره. اینمی بخش کماند که است به نام رایبون یاد میکنه. اینمی بخش که است به نام فرمولا بار یاد میشه و اینمی هر اجره یا خانه را به نام سل یاد میکنه. اینمی ها را کالم هیدنگ یا کالمز میگه. اینمی ها را که است را یا را هیدنگ میگه. اینمی جای که است به نام شیت تپ یا تپ شیت یاد میکنه. اینمی جای پایین به نام استیتس بار یاد میشه. این را میگه سکرول بار. سکرول بار یا عمودی یا ورتیکال سکرول بار. اینمی بخش به نام هوریزنتال سکرول بار یاد میشه. ما براتون گفتیم که در برنامه مایکروسافت اکسل نورمالی به صورت عموم نورمال 3 دانه شیت میباشه، 3 دانه صفحه میباشه. اگر ما خواسته باشیم تعداد صفحات از طریق اینمی خودی بتن انسرت ورکشیت و یا از طریق فایل آپشن هم میتونیم اضافه کنیم. اگر از طریق فایل آپشن خواسته باشیم، از طریق جنرال در اینجا سلکو نوشته کرده که include this money sheet. چقدر شیت میخوایی دمی یک اکسل باشه، فایل اکسل باشه، وربوک اکسل باشه. نورمال 3 دانه میباشه. تعداد اخیری که است 255 است. نمیتونه 56 نوشته کنی به خاطر از اینکه خودی کامپیوتر برای ما میسج میده برادر تعداد شیت که میخوایی باید اکول باشه به 255 و یا از این کمتر باشه، بلندتر نمیتونی. و اگر ما از این طریق خواسته باشیم
که شیت اینسرت کنیم که شارکت کی از این است شیفت اف 11 یا اف 11 میتونیم از 2500 از 2000 قدر هم اضافه تر اینسرت کنیم در یک وربوک مایکروسافت اکسل. حدی اخیری ازی برای ما معلوم نیست، خو مطلب از 2000 و 2500 قدر هم اضافه تر ما میتونیم ایره اینسرت کنیم. خب فرقی ازی و ازی این چیز که ما ازی طریق اینسرت میکنیم از طریق جنرال و ازی از این طریقی کدام شیت ما اینسرت میکنیم، فقط و فقط اینمیش تعداد شیت ها که از دینمی وربوکی موجوده میباشه. و اگر ما از طریق فایل آپشن جنرال اینمی شیت ها تعداد شیت ها را اضافه کنیم، هر دفعه که ما برنامه مایکروسافت اکسل باز میکنیم تعداد شیت که از اونمو تعداد میباشه که ما در فایل آپشن برشان انتخاب کردیم. و اگر اینمی تعداد ما از این طریق اضافه کنیم، این فقط در اینمی وربوک موجوده می باشه. اگر وربوک جدید باز میکنیم باز اونمو سه دانه شیت می باشه، از او اضافه تر نمی باشه. این بود فرق اینسرت کردن شیت از این طریق و از طریق فایل آپشن. این بود تعریف برنامه مایکروسافت اکسل. میایم آلی سری باز کردن برنامه مایکروسافت اکسل که با چند طریق ما میتونیم برنامه مایکروسافت اکسل چه کنیم باز کنیم. خب میایم اول ای اکسل بسته میکنیم، از این طریق تعریف اکسل ثبت میکنیم، این ثبت کردیم. اول طریق های عمومی که بسیار زیاد عموم است، یعنی عمومی مردم از او استفاده میکنن، اونمو طریق ها را ما برتان کار میکنیم که زیاد استفاده میشه. طریق ها خب بسیار زیاد است، خب ما برتان طریقایی که بسیار مهم است او را کار میکنیم. اول میایم سری استارت، بعد از او آل پروگرام، مایکروسافت آفیس و دیج سل کو ورژن های مختلف میباشه. ما ورژن 2010 را انتخاب میکنم، سل کو برنامه مایکروسافت اکسل 2010. 2003 را کار داری؟ این ما 2010 را کار داریم، فقط کلیک و برنامه مایکروسافت اکسل 2010 باز میشه، ای را بسته میکنیم. یک طریق دیگه ستارت می آی، سل کو در ستارت مینو وقتی که ما برنامه مایکروسافت اکسل استفاده کنیم دیگه خودش لست میشه، اینمی پروگرام هایی است که ما استفاده کردیم، کلیک و باز میشه برد. دو دیگه میایم در ستارت در ران نوشته میکنم که اکسل، فقط اوکی کلیک و برنامه مایکروسافت اکسل برای ما باز میشه. چون این 2003 باز شد، خود طریق باز کردنش هر دویش یک چیز است، فرق نمیکنه. طریق سوم دیگه طریق میایم در ران نوشته میکنم که CMD، یک سفید سیاه باز میشه که اینمی سفره به نام پروگرام MS-DOS یاد میکنه، مایکروسافت دسک آپریتینگ سیستم، یک پروگرام است که پیش مردم استفاده میکرد آلی نمیکنه. خب دیگه من نوشته میکنم که start space، کدام پروگرام میخوای start کنم برات؟ پروگرام اکسل، فقط اگر خواسته باشی وینورد باشه نوشته که وینورد، اگر خواسته باشی که مثلا فوتوشاپ باشه فوتوشاپ نوشته که، اگر خواسته باشی پاورپوینت باشه پاورپوینت نوشته که. ما چون اکسل کار دارم start space مسافه دادم، بعد از او گفتم اکسل، انتر کلیک و خودش اکسل برای ما باز میکنه. طریق چهارم اینو پس بسته میکنم اکسل دیگه، رایت کلیک نیو، برنامه مایکروسافت اکسل میگیریم. دیگه از طریق شارتکات میریم براوز، مای کامپیوتر، سی درایو، پروگرام فایل، مایکروسافت آفیس، پایین سل کو مایکروسافت آفیس و مایکروسافت آفیس 14 رو میگیری. اگر 11 انتخاب کردی دیجا 2003 میباشه و 14 که است 2010، فقط ایره کلیک کو. خب کلی پروگرام های برنامه مایکروسافت دیجا هستن، ما فقط پروگرام اکسل کار داریم، در اینجا سال که اکسل نه، فقط ایره کلیک کو اوکی، بعد از نیکست نامش صحیح است بله، فقط فینش بگو، هر وقت کار داشتی دبل کلیک کو باز میشه برای من. دیگه سری تاسک بار رایت کلیک میکنم، میریم تول بار، ادرس بار انتخاب میکنم. ادرس بار آمدم رای ما مگم کار نمیده، چرا کسی ایره لاک کده، رایت کلیک کو از لاک کلیک دور کو. آلی ادرس بار هم رای ما فعال شد، دبل کلیک میکنم اینمی قسمتا، فقط
پروگرامی که ما خواستیم میتونیم اینجا نوشته کنیم. اکسل فقط انتر کلیک برای ما باز میشه. ای بود دیگه طریق. دیگه ایره پس ما ادرس بارا از بین میبرم، رایت کلیک میریم تول بار، یک تول باری نو میگیریم، بعد از او مای کامپیوتر، سی درایو، پروگرام فایل، مایکروسافت آفیس و آفیس 14. فقط اوکی کلیک کو. هر پروگرامی که ما شما کار داشته باشیم در دا اینجا است. کدام پروگرام کار داریم؟ ما چون اکسل کار داریم، این اکسل کلیک کو خودش باز میشه. دیگه از مای کامپیوتر هم میتونیم دابل کلیک، سی درایو، پروگرام فایل، مایکروسافت آفیس. مایکروسافت آفیس بالاست. چه شد؟ مایکروسافت آفیس اینا. بعد از او آفیس 14 کدام پروگرام کار داریم؟ اکسل کار داریم. فقط اینجا کلیک و ای کلیک کو خودش اکسل میاره برد. ای اکسل، این اکسل دبل کلیک و باز میشه. دیگه از طریق کنترل پنل هم میتونیم. خب یک طریق بسیار مهم از طریق شورتکت است که هر پروگرام ما شما خواسته باشیم از طریق شورتکت باز کنیم هم میتونیم. مطلب از این شورتکت نیست که ما از طریق نیو شورتکت انتخاب کنیم. یعنی مثلا در یک دفتر ما شما کار میکنیم، کسی ما را میگه که برنامه مایکروسافت اکسل باز کن، یا مثلا ما در دفتر فقط و فقط اینمی برنامه مایکروسافت اکسل کار داریم، این یک شورتکت میتم از طریق کیبورد که هر وقت خواسته باشیم اون مصیبتن یا دو بتن کیبورد پرس کنیم خود برنامه اکسل برای ما باز شوه. میریم در استارت، میریم بعد از اول پروگرام، میریم سری مایکروسافت آفیس و برنامه‌ای که ما خواسته باشیم او را رایت کلیک میکنیم، میریم در پراپرتیز. بعدن در بخش شورتکت کی چیزی نیست، ما آل کنترل ای یک شورتکت کی دلخواه خود پرس میکنیم، بعد از او اپلای و اوکی. رفرش میکنیم کامپیوتر خود. حال هر وقت ما برنامه مایکروسافت اکسل خواسته باشیم که او باز شوه، فقط از طریق کیبورد آل کنترل ای را پرس میکنیم، برنامه مایکروسافت اکسل برای ما چی میشه؟ باز میشه. خب برادرای محترم، ای بود تعریف برنامه مایکروسافت اکسل و معلوماتی که ما داشتم درباره برنامه مایکروسافت اکسل. دیگه طریق باز کردن بود که بسیار گپ مهم است. خب چون روز اول است مقدر بس است، ان شاء الله روزی بعدی بخیر از مینوی فایل براتون چی میکنم؟ استارت میکنم ریکارد. خدا کنه که چیز زیاد گرفته باشین.